دلش چیه برای طلاق؟ نمیدونم، دلیل نیورده. احتمالاً هم که تو زندانم دیگه. اگه به مشاوره ای چیزی نیاز داشتی میتونی درخواست بدی. بچه‌ها حتی میتونن برن با خانومت هم حرف بزنن. میگم همش زیر سر این برادر است. الان که خودش خواسته طلاقش بده بذار بره. آهنگ چی داری گوش کنی؟ چی دوست داری؟ پاپ، سنتی، راک؟ ببین، آدمی که وکیل میگیره تا پای طلاق میره دیگه به در زندگی نمیخوره. ردش کن بذار بره. اگه با این برادرم نقشه‌ای کشیده باشم واسه تو، قشنگ شستتو میاری بالا نشون میدیم یه لایک، نقشتون رو پسندیدم. تو کسی نیستی که تو زمین اونا بازی کنی، تو زمین خودت بازی میکنی، طلاق میدی و تمام. تو چیزی ازش دیدی؟ از کی؟ از ندا دیگه. بابا قبلنم بهت گفتم بابا من چیزی ازش ندیدم. من تو خوشم نمیه تو رو هی بازید میدن، تحت فشار میذارن ات. طلاقش بده بذار بره. یا لاقل بگو موافقی یا چه میدونم اصلا شرط بذار. شرط بذار که به شرطی طلاقش میدی که فرصت ریختی بیرون. چرا؟ چه میدونم، رضایت بدن از زندان بیای بیرون دیگه. این کارا کارای ندا نیست، کار اوناست. چی اینا همه گوش؟ میگم میخوای یه چند نفر رو بفرستن این برادرها یه دست کتک بزنن حالش سر جاش بیاد؟ که چی میشه؟ که بفهمه که تو بی کس و کار نیستی، که هر کاری دلش میخواد سرت در بیاره، هم بندازتت زندون هم طلاق خواهرشو به زور از تو بگیره. کتکش بزنی که بفهمم بی کس کار نیستم؟ ببین این روزا اصلا حرف جواب نمیده، فقط کتک. لازم نکرد تو کاری کنی. من خودم میدونم باید چی کار کنم. اگه بلد بودی کاری بکنی که حال روزت این نبود. الله. یه برو این آدرس. کار دارم. این چیه؟ چی کار داری؟ کجاست؟ یکی اهم بندیم یه پیغامی داشت. باید برش ببرم اونجا. فردا صبح زود باید برم تو. شاید دیگه نرسم برم بارم.
شد؟ انجام شد؟ آره انجام شد، بریم. حسین نیفتاده باشی تو کار مواد، این زندونیا خطرناکن ها. من خلافکارم بیفتم تو کار مواد؟ چه میدونم، میگی واسه خانواده زندونیا پیغوم داری سه سود برمیگردی، خب یکم تابلوه. خیلی خب، حالا ترش نکن، یه چیزی گفتم. بایستم تا بیای. نمیخواد، برو به کارت برس، لازمت باشم زنگ بزنم اینجا قرار بزنم. وایستادم دیگه حالا. بابا برو، نمیخواد وایس. آقا برم؟ آره. از کاری داشتی زنگ بزنم این دورو رو. یه ماه نیومدی ملاقات هم که آخرش اینجا هم دیگه رو ببینی؟ چون شما شرایطتون خاص بود. نه دو من دارم با شما حرف میزنم. یعنی چی خاص بود؟ یعنی که شما تو زندانین. یعنی شرایط من خاصه؟ اینکه یه آدمی تو زندانه یعنی شرایطش خاصه دیگه، نه؟ چون در حالت عادی آدم ها بیرون از زندان زندگی میکنن. باشه خب، یه سری بدهیه که پرداخت میشه میان بیرون دیگه، مگه نه ندا؟ ببینید آقا، ما داریم در مورد شرایطمون تو زمان حال حرف میزنیم، اینکه در آینده چه اتفاقی میفتره که نمیدونیم. من میتونستم بدون حضور شما به خاطر شرایط خاصتون حکم بگیرم، اما تشخیص ندا بود که همه چیز توافقی و دوستانه باشه. دوستانه؟ در ضمن ندا هیچ کدوم از حق و حقوقش رو نمیخواد، میخواد همه چیزو ببخشه. میشه قبل از اینکه راجع به این چیزا حرف بزنیم من با ندای چند دقیقه صحبت کنم؟ بله حتما، اصلا ما برای همین اینجا جمع شدیم. منظورم خودمون دوتا بود، خصوصی. فکر نکنم ندا حرف خصوصی با شما داشته باشه. خب اگه نخواد با من حرف بزنه خودش میگه. ها ندا؟ خیلی خوب، پس فقط لطفاً 10 دقیقه بیشتر نشه، من بعد از شما یه قرار دیگه دارم. اکبر آقا کجاست؟ رفیق خود خرید کنه. سحر حواست به دوربین اتاق باشه، چشم از این دوتا برمونه. چرا میخوایی طلاق بگیری ها؟ تو به من بگو چرا. نه اصلا وضعیت زندگی که برامون ساختی و دیدی، تو اصلا میتونی من شبا کجا میخوابم، از کجا پول میارم؟ اون که بابام وضع زندگیشونه،
میرم خونه داداشم، زن داداشم بهم سرکوف میزنه، هر جای میرم صد تا طلبکار دنبالم راه میافتن. نه پولی دارم، نه کاری دارم، نه سرمایه. یه دلیل برام هم بیار بگو بمون. امین. آره. حرف مفت تحویل من نده. راسته شو بابا بگو چرا؟ اسلحه داره. یعنی چی؟ آقا نتا، آقا زنگ بزن به پلیس. الو پلیس 110. میشه این مسخره بازی تو تموم کنه؟ تو فکر کن مسخره بازی، من کاری به هیچی ندارم. فقط به من بگو چیه بین تو اون مردی که ها خدا توهم زدی. اون تو هم زنگ زدی 10 بار بهت گفتم به خدا هیچی نیست. چی نیست؟ دیگه از سر من گذاشتی. جواب من بده. خدا هیچی نیست. جواب من بده. خفشو 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 هیچی نیست. خدا هیچی نیست. هیچی نیست. جرمی داره، جرمی کنه. خدا داره سنگین تر میکنه. چی کار داری میکنه با انا؟ چه برنامه ریختی؟ خدا خفشو. آقای آدم های نگران من. جواب بده، جواب بده. ببین این وکیل بیشرفت میدونه از من میخوایی طلاق بگیری با مردی که تو بوده بیشرفت بیشتی رو هست. بسته این سو تصرف کرد. من میخوایی چونی کنشه بلاک مانه خفشو اینقدر حرف مفت نزن. مردی که بیارسه اصلا میفهمی داری راجب زن خود غرف میزنی. من جلو این میخوایی خراب کنی خاک تو سرت کنن. ندا 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 چی میگه؟ کیو میگه؟ هیچی بابا، چرت و پرت میگه. من خودم نمیکشم با این زندگی کنم پای کسی واسه نیست. میفهمی چی میگم؟ چرت و پرت میگم فکر کنم من تو زندانم غلطه. آره ببین فیلمتون رو دیدم. دیدم بگو بخند میکنی. تو به دست نخوری. اینقدر دلم برات میسوزه اینجوری به زن خودت شک داری. واسه من به پاریزاری اتفاقی دیدمش تو خیابون. چند بار دیدیش ها؟ تو بی خود کردی من تو زندانم رفتی سمت یکی دیگه. خودش میدونه کیو میگم. ننگ منم اسمشو بیارم. نگه کیو میگه. آروم باش جواب من. طلاقه نمیدونی یا برم دارم. مهم بود کار بدار. چه بمیرم خیلی بهتر از این زندگیه که تو هرم ساختی اسمشم گذاشتی عاشقم. یعنی تو باورت نمیشه من هر کاری کردم به خاطر تو بود. تو هر کاری کردی فقط به خاطر خودت بوده. خاطر تو بوده همه مگه معلوم اون تو چی کار کردم؟ به خدا یه شب نشد تو زندان به تو فکر نکنم خواهم ببره. نیدو نیدو تو همه چی بودی. هر کار کردم واسه تو بود. این سگ کار کردم دلم خواست واسه بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین زندگی درست کنم. دوست نداشتم مثل من بدبخت زندگی کنی. هر سگ کار کردم که این من زندگی نکنی. شب تا صبح تو زندان جیگرم سوخت. گفتم اشکال نداره پاش وای میستم. پای هر کاری کردم وای میستم. آره قرصامو نخوردم. دوست داشتم بیام اینجا تو حال خودم نباشم. صاف تو چشام نگاه کنی یه امضا بزنم برم. من نمیتونم از تو بگذرم. نکن این کار رو با زندگی. بیا برو بگو طلاق نمیخوای. به خاطر هر کی این کار کردی مهم اینه که تو الان تو زندانی. منم آوارم. ندا یه ذره دیگه صبر کنی میام بیرون. نه چرا مرغت یه پا داره؟ همین الانم هم از اون تو بیای بیرون نمیتونم باید ادامه بدم. بس یعنی همه چی تمومه دیگه. آره چی تمومه؟ یه دیگه من نمیخوای؟ به من نگاه کن بگو بگو دیگه دوستم نداری. ندا ندا جوابشو نده. دیگه دوستت ندارم.
یعنی دیگه من نمیخوای؟ یعنی یکی دیگه رو دوست داری؟ قد حرف مفت نزن. آره؟ سرم از دست درد گرفت. یکی دیگه رو دوست داری؟ چرت و پرت نگو. همیزنی راجبم چی میگی؟ آره من چرت و پرت میگم. بابا خفه شو. خفه شو. آره خفه شو. دیگه میگو خفه شو. خفه شو. خفه شو. خفه شو. خفه شو. یه بار یه خفه شو. خدا میزنم. یه بار بگم. دست من فشار داد به اصله تو آروم فهم بازم بهتر سنبش من دوستش داشتم اصلا تو بزا زمین با هم حرف بزنی باشه نمیتونستم اون تو بمونم ببینم رفته باید تو مقصری من وکیل باید جلوشو میگرفتی نباید میذاشتی بره رو مخم نه قربان همینجوری که نمیتونه بره بگه ندارم اعلام ورشکستگی کنه و اگه همچین کاری هم بکنه اموالشو معرفی میکنیم به دادگاه نه خیالتون راحت من حواسم هست نه من که گفتم جلسه اول دادگاه رو شرکت نکنیم فرزاده احضاریه دودم بار دوم نه اتفاق نمیم خیالتون راحت من حواسم هست بله خدافظ چیه یاد گرفتین نرین دادگاه یا مدرک دارین یا ندارین دیگه اگه مدرک دارین که همون جلسه اول برین دادگاه اگه ندارین هم واسه چی پرونده یارو رو قبول میکنین میخوایم وقت تلف کنیم طرف مقابل به مصالحه راضی بشه خب واسه چی پرونده طرف رو قبول میکنی وقتی میدونی نمیتونی ازش دفاع کنی میخوای مجبورش کنی از شکایتش بگذره و مصالحه کنه پول پدرجان به شما باشه که بعد در دفتر رو بست نمیدونم والا من دیگه این کارهای میترا رو نمیفهمم میترا اتفاقا نمیخواست قبول کنه من ازش خواستم خب دیگه بدتر من شما رو فرستادم بری اونجا کار یاد بگیری میسرا رو هم داری از رو به در میکنی بیا صابون حاضر الو سلام آقای حسینی پادکست چه خبر؟ بخش اولش رو ضبط کردم ولی کار داره هنوز باید یکم ادیت بشه الو سلام دقیقه دیگه بگیرمه باشه این جدیده؟ کی؟ همین که باهاش صحبت میکردی دیگه کی؟ ما هم بالاخره جوان بودیم یکم جوانی کردیم انقدر سرمون میشه وقتی با یکی حرف میزنی بفهمیم پشت خط کیه همون دختر است که رفته کانادا خب ما این نگفتی همشی بینتون تموم شده تموم شده بعضی وقتی اون زنگ میزنه منم میخواد بخوش ببرم اون چی؟ در عزت ما نمیدونیم فقط حواست باشه تمرکزت به هم نخوره آزمون وکالتت نزدیکه آقا حواسم هست خیالتون راحت خدا حافظ اصلا وقتی اینجوری میگی خیالت راحت کاملا خیالم ناراحت میشه چطوری عزیزم؟ آخ یادم رفت بهت زنگ بزنم ببخشید مگه دیوونم بذارم ات سر کار بابام پیشم بود اون موقع ببخشید جونم بگو ناراحت چرا باز رفتی سراغ همون حرفا حیزه من یه قرار بود بیام که تا الان اومده بودم من این همه درس خوندم زحمت کشیدم همه اینا رو ول کنم پاشم بیام کانادا اونجا چه خبره؟ نه با تو نیستم بذار بهت زنگ میزنم
شده. ما آرمان یعقوبی اینجا کار میکنم. کارت شناسایی لطفا. سلام سلام. من نباشم. اسمی در خدمتی. لطفا این طرف شما. چی شده اینجا؟ میترا کجاست؟ میترا تو متقا داره با پلیس صحبت میکنه. پس اینا چه چیکار میکنه؟ ندا و شوهرش. بفرمایید بشینید. چرا به من نگفتین؟ فکر کردم کسی که با اسلحه بلند میشه میاد اینجا منتظر مونه تا تو از خونه برسی. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. عوض زنشو کشت. بعدشم خودشو. بعدش من زنگ میزدی. بعدشم که دیگه انقدر اینجا شلوغ پلوغ شد که اصلا فکرم سمت تو نرفت. اکبر آقا کجاست؟ تو آشپزخونه داره تلفن صحبت میکنه. جانم سرما منم میتونم برم یه تلفن بزنم. بفرمایید ولی سریع برگردید. بگو راهو باز کن. آقا که شوهرم خودشو با تیر زد همون خون را افتاده بود. آقا کافیه دیگه، قرار شد یه تلفن کوتاه بزنیم. لطفا تلفن رو قطع کن. بعدا زنگ بزن. ببخشید سرکار. بفرمایید. سلام عشق خوبی؟ آرمانم من شمارم نمیفته بلش کن. ببین خلاصه بهت بگم، شهر شده همون زنی که معرفی کردی. آره بابا شوهرش اومده دفتر ما زده کشتتش. آره بابا کشته با اسلحه. ببین به میترا نگی اون حرفا رو به من راجبش زدی. یا نه بابا یادم رفتش بگم. فردا هم حوصله ندارم بیاد به من گیر بده. خوب هم نگو دیگه. میترا حالش خوبه. خودم هنوز ندیدمش، داره با پلیس حرف میزنه. یادت نره نگی ها. مرکز مرکز مقداد. این پلاکو برای من استعلام بگیریم. 79 تا 294 ایران در. اعتماد امنیتون بله چشم. لطفا نتیجه رو اعلام کنید. تا قبل از امروز سه بار دیده بودمشون. البته یه چندباری هم باشون تلفنی حرف زدم. خب تو همین دیدنا تلفونا حرفی از یه مرد دیگه نشد؟ نه واقعا من هیچ وقت احساس نکردم پای یه مرد دیگه ای در میونه. اسم چی؟ مطمئنید که هیچ اسمی نیومد؟ من پشت در بودم، بیشتر از این نشنیدم. البته خیلی تلاش کردم محسن رو مجبور کنم با من حرف بزنه، اما به نظرم هیچ کدومشون علاقه ای نداشتن اسم طرف رو بیارن. من اگه میدونستم با یه مرد دیگه در میونه هرگز این پرونده رو قبول نمی کردم. شاید اگر یکم تجربه بیشتری داشتید میتونستید حواستش رو پرت کنید، چه بسا الان این اتفاق هم نمیافتاد. خواه هر روز تو دفتر من اسلحه نمیکشن که تجربه برخورد به یه همچین ماجرای هولناکی رو داشته باشم. یه کپی این فیلم ها به خودمون میبریم. شما دیگه کاری با من ندارین؟ فعلا نه. اینو امضا کنید. یه چند تا سوال هم باید از منشیتون بپرسم. فقط اینکه از تهران خارج نشید لطفا. بله. اگه وسیله ای چیزی هم دارید بردارید، دفتر پولوم میشه. تا کی؟ تا هر وقت پاسپورت بخواد دیگه. متوجه. نمیرین دنبالش ببینین محسن درست فکر میکرده یا نه؟ من فکر میکنم که اینو باید پاسپورت تشخیص بده و از اونجایی که مشخصه چه کسی قتل رو انجام داده من بعید میدونم یه همچین دستوری بده. بعدش هم مگه میشه خیانت رو به این راحتی ثابت کرد؟ اصلا به فرض اینکه دو نفر با هم دیده شدن، چطوری میشه ثابت کرد که با هم تو رابطه نامشروع بودن؟ میشه؟ حق با شماست.
یا میخوای بریم یه کافه ای یه جایی که یکم حالتو خوب کنه؟ نه فقط میخوام برم خونه. میدونم الان زبانش نیست، فقط جواب حسینی رو چی بدم؟ بگو بری سراغ یکی دیگه. ایفا خیلی پول توشه. الان پول چه اهمیتی داره این وسط؟ دیگه نمیتونم باشم با آمدم، خسته شدم، بس دیگه هم بلای دلش خواستم اون آورد. به خدا تو نمیدونی من چی کشیدم از دست این بیورزه بازیاش. هر سری یه مشکل طلب کردم در اصلا نمیتونم ادامه. من دوستش داشتم، خودش گرفت دست منو فشرد و راست فهم خواستم بترس بفش. جواب بده برنامه ای برای بعد از جدایی داری؟ نه، یعنی فعلا فقط میخوام تنها باشم، شاید اونجوری بتونم یه تصمیم درست واسه زندگی بگیرم. نمیتونستم تو زنبار بمونم ببینم رفته با یارو، نمیتونستم تحمل کنم. محسنش توی نبا زشتی بره مخ. ببین یه آقایی هست به اسم آقای حسینی، من خدای ملکی و فروخته، طرف چکاش برگشت خورده، کلاوردار از آب در اومده. خب معامله باطله دیگه. خب مشکل اینجاست اونم دوباره ملکو به یکی دیگه فروخته، الان یارو اومده نشسته تو ملک سن دیگه. خب پس دردسر تو که خوراک دردسره، پول خوبی هم توش هستا. این قضیه که پیش اومد میترا گفتش که ردش کنم بره، میخوام بفرستنش سمت تو. آره چرا که نه، اصلا پولش خوب بود، یه سفر مهمونم. با میترا تماس داشتی امروز؟ نه ولی خودش تکست داد گفتش که جواز دفن رو صادر نکرده. خدا کنه مشکلی براش پیش نیارن. میترا که تقصیری نداره. اینو شما میگی، خانواده‌اش که اینطوری فکر نمیکنن که. به زمین یه دقیقه اینو دارم صحبت میکنم با شما. مثلا میخوان چیکار کنم؟ درست میگه حمید خان، میتونن شکایت کنن. بالاخره طرف پا شد اومده توی دفتر میترا، با زنش تنها شده توی اتاق، در اتاقو قفل کرده، زده زنش رو کشته، بعدم که زده خودش رو کشته. اون وقت تو این اطلاعات انقدر دقیق کجا داری؟ ناسلامتی، من خودم توی اون دفتر کار میکردم، اما هنوز از نگهبان تا منشی با من در ارتباطم. سر خفش بازی کن. ولی به نظر من میکنن این کارو، شکایت میکنن هم به دادسرای انتظامی وکلا هم به خود دادگاه، متهمش میکنم به مشارکت در قتل. مگه میترا چی کار کرده؟ اصلا چه نقشی توی ماجرا داره؟ صد بار به میترا گفتم دست از این پرونده‌های طلاق برد، پولش کمه، درد سری سیاد. میگفت نه، قوانین طلاق به نفع مرده است، باید به زنها کمک کن.
بالاخره طبیعی بود یه روزی یکی از این مردا بخواد بیاد سراغش و اذیتش کنه. الکی گناهی که دیگر گردن میسرا نندازه. میسرا چه تقصیری داره بنده خدا؟ این همه سال وکیل این همه قاچاقچی بوده، نذادن جلوش هم دیگه رو بکشن. چی داشتین پرونده طلاق این همه ماجرا شد؟ نمیدونم. میگم بابا شما تو حالا پرونده شبیه به این ندیده بودین؟ نه راستش، ولی یکی از رفقا تعریف میکرد، میگفت تو زندان تو این اتاق ملاقات شهری یه مردی زده بود، زنشو کشته بود، بعد خودشو دار زده بود. ولی اینکه از زندان بیاد بیرون زنشو بکشه بعد خودشو، نه اولین باره. البته این دوتا ماجرا شبیه هم با آخه الان 6 روز گذشته از این اتفاق. پزشکی قانونی هم که نظرش رو داده، مجوز دفنم که صادر شده، قاتلم که مشخصه کیه. لطف میکنین، خیلی ممنونم آقای برازنده. چی گفت؟ گفت و بازپرس حرف بزنه ببینه میتونه دستورش رو بگیره بیان فک پلوم کنه. ضمن عرض تسلیه در گذشته فرزندی با محبت رخساری مهربان مرحومی مخدومی خانم مدا مروتی به پدر بزرگوارش آقای علی مروتی و همچنین برادر بزرگوارش آقای رضا مروتی و دیگر عزیزانی که به نوعی وابسته به صاحب جاهاست عرض تسلیه و تعزیت دارم و درخواست دارم که با آنها در خودشون شریک بدید. تقدیر و تشکر از همه شما عزیزان مدعوین محترم آقایان و خانمهایی که محبت کردند امروز قدمان و لسانان کنار مزار این عزیز سفر کرده حضور پیدا کردن و تشریک مسایی نمود. تأکید کردن و درخواست داشتن که همه عزیزان به صرف نهار دعوت دارن. انشالله منتظر هستن در سالن غذاخوری و تأکید بر اینه که حتما عزیزان تشریف بیارن جهت پذیرایی نهار که انشالله از خیرات این اطعام برسه به روح این عزیز سفر کرده. مجددا جهت شادی روحش عنایت کنید. رحم الله من یقرأ الفاتحه من الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. خانم مشیریان سلام، دیدم حالتون خوب نیست، مزاحم نشدم، تسلیت میگم. تسلیت میگم. خانم اینا چه حرفایی که راجع به خواهر من زدی؟ چرا میخواین تقصیر خودتون رو بندازین گردن یکی دیگه و بدنامش کنین؟ من اون چیزی که شنیدم و به پلیس گفتم، شما که انتظار ندارین من دروغ بگم. از کجا معلوم که راستشو گفته باشین؟ شاهدتون کیه؟ اون دوتا که مردن؟ منشی من اونجا حضور داشت. دوم روبا خانواده محسن تو کل فامیل پر کردن که ندا داشته به محسن خیانت میکرده، میخوان یه جورایی با بدنام کردن خواهر من گناه پسرشون رو پاک کنن. شما هم که خب کمکشون کردین با حرفاتون. شما فکر کردین فامیلای ما همین چند نفرن؟ به خدا از ترس آبرومون، از ترس حرف مردم نتونستیم یه مراسم درست حسابی برای خواهرمون بگیریم. خانم من نمیفهمم شما چطور اجازه دادین در اتاقو قفل کنه. من با رضایت ندا اون قرارو گذاشتم، با رضایت خودشم اجازه دادم همدیگه رو تنها ببینن. به هر حال شما باید میدونستین کسی که زندانیه تحت فشاره. من که از شما شکایت کردم، حواست باشه تا پای باطل کردن پروانه وکالتت هم پیش میرم. شما نباید تشویق میکردین ندا رو به طلاق. آقای عزیز من کسی رو تشویق به چیزی نکردم، مثلا در جایگاهی نیستم که همچین کاری بکنم. حالا که کردین، اتفاقم که افتاده دارین برای اینکه از مسئولیتتون فرار بکنین درباره خواهر من پشتر همینجوری حرف میزنین. بین مردم جای انداختین که قتل ناموسی بوده. این میدونین معنی این حرف چیه؟ من چیزی نگفتم آقا. نگفتین. خیر. آرمان. حواست به منه ماما؟ آره ماما. حالت خوبه؟ چیزی شده؟ نه عزیزم، چی شده؟ ساکتی، هرچی میگم هیچی نمیگی. بیشتر دوست دارم نگات کن. یعنی نگم امروز کلاس خوب برم چی شد؟ چه مام بگو. مربی منو میخواست بذاره دفاع راست، فکر نمیکن از پسش بر بیام، اما گذاشت دید از همه شون بهترم. میگفت تو مثل کافو میمونی. میشستش دیگه؟ نه از کجا بشناسم. بدون اینکه نیومده بودم توی آسمیلان بازی میکرد،
خودم ویدیوشو تو یوتیوب دیدم. حالا قرار شده تو بازی آخر هفتم همینجا بازی کنم. خودت دوست داری اینجا بازی کنی؟ آره مامان، چون میتونم بازی کنم نمیذارتم روی نیمکت. مامان بابا اومد، من با برم، خدافز. پردیا الو سلام اکبر آقا. خوبی؟ اکبر آقا فردا ساعت 8 صبح میام پلمپ دفتر باز میکنم. بله. من ممکنه دیر برسم. میخوام اگه میشه شما به موقع اونجا باشیم. خیلی ممنونم ازتون. خانمتون سلام. مثل اینکه با خانواده این مدو در ارتباطه، میخواست محل دقیق کشته شدنشو ببینه. چه زود فهمیده دفتر کلم نیست. دلش اومدن برم تو اتاق. بگو بیاد این بر. بفرمایید. سلام. تو را از کجا پیدا کردن؟ اینو باید اونا جواب بدن نه من. میشنوم. وقتی پرونده رو پیشنهاد کردن دیدم اسم تو اون وسطه، گفتم یه وقت کسی دیگه قبول نکنه که بخواد اذیتت کنه. با یه عذرخواهی همه چیز حل میشه. اونا مجبورن از تو شکایت کنن، چون اگه شکایت نکنن مردم باور میکنن که حرفای محسن راست بوده. کافیه بگه محسن قبل از قتل این چیز رو نگفته، این رو از خودت در آورد. همین. چرا باید همچین دروغی بگم؟ از کجا معلوم که راست گفته باشی؟ چون تو گفتی همه باید بپذیرن که راسته؟ چجوری میخوای ثابت کنی که این قتل ناموسیه؟ با اون چند تا پرونده‌ای که داشتی و قصر در رفتی فکر کردی اینم همین راحتی هست؟ نه، این دفعه از این خبر رو نیست. من رفیقت هم که اینو بهت میگم. رفیق؟ هنوز ثبت نشده، فرصت داری. به من اعتماد کن. اصلا بهت اعتماد ندارم متاسفانه. دلم نمیخواد طوری بشه که پروانه وکالت رو تو باطل کنن. میدونی که میکنن. پروانه که باطل کنن بعدش میرن ازت به خاطر مشارکت در قتل شکایت میکنن. خب چرا سریره که درد نمیکنه دستمال میبندی؟ من که میدونم که همه این حرفایی که زدی دروغه. طرف گوشتی زیر فشار که زنش رو طلاق بده، حالا که جفتشون مردن میای میگی قتل ناموسی بوده؟ این روها دیگه خیلی قدیمی شده. چی فکر میکنی راجب ماها؟ کافیه مردایی که باعث شدی از زنشون جدا بشن شهادت بدن چجوری زیر فشارشون گذاشتی، چجوری راه به زنشون نشون دادی که راحت تر جدا بشن، زندگیشون رو از هم پاشوندی. کافیه دوباره پرونده قبلی تو بیارن رو. پس معلوم شد دلش از چی پره. و پرونده‌ای که بهت باخته. باخت؟ چرا متوجه نیستین شما؟ دوره برد و باخت خیلی وقته گذشته. تو هر کاری کسی برنده است که پول بیشتری در بیاره. میخوای بریم ببینیم تو تمام اون کارهایی که تو فکر میکنی من باختم، من پول بیشتری در آوردم یا تو؟ اون وقت شاید مفهوم برد و باخت براتون عوض بشه. یه نسخه از شکایت نامه است. گفتم دیگه منتظر دادسرا نشه. تو
به محسن این بلوفو نزدی که چون توی زندانه میتونی طلاق ندا رو زودتر بگیری؟ زدی. منم بودم میزدم، وکیل دیگه مگه بود میزد. برای خودتم خوب میدونی که قاضی به این راحتی حکم نمیده، حتی اگه طرف تو زندان باشه. پس تو رو گفتی روز خوش. چقدرم سریع دست به کار شده. اگه نتونی خوب از خودت دفاع کنی چی میشه؟ تعلیقم میکنم. سحر. بله. با کسایی که پروندهشون دست ماه تماس بگیر، بگو دنبال یه وکیل دیگه باشن. اگرم ازشون پول گرفتیم یه شماره حساب بگیر، کامل پولشون رو پس بده. چشم. اینجا شو راست گفتی که محسن آورد اینجا پیادش کردی که بره. ظاهراً هم هماهنگ کرده بود که اسلحه رو براش بذارن اینجا. اما معلوم نیست از ماجرای این اسلحه بی خبر بوده باشی. بروی خاک مادرم جانم سر کرد. اصلا محسن چیزی به من نگفت. اصلا فکر کردم داره مواد جابجا میکنه. چجوری همچین فکری کردی؟ فکر دیگر مثلا به ذهن آدم میخوره یا مثلا. منطقیه. پس یعنی هیچی به تو از این قرار و از این ماجرا نگفته بودن؟ نه چیزی نگفت. حالا اینو نگاه کن. اینو میشناسی؟ ها؟ نه نمیشناسم. همینجوری جواب نده. قشنگ دقت کن. من به خدا نمیشناسمش. نه نگاه کن. مطمئنی؟ آره به خدا مطمئنم. مثلا تو زندگیم ندیدمش اینو. حالا شاهد از کجا گیر بیاریم؟ باید بریم سراغ اون کسی که محسن رسون دمه در. میترا جو، یه آقای اومده با شما کار داره. کیه؟ نمیدونم. باشو برو میام. با من کاری داشتیم؟ شما وکیل ندا بودین؟ بله. شما چه جور وکیلی هستی که وقتی موکلت دیگه زنده نیست که از خودش دفاع کنه اینقدر راحت در موردش حرف میزنید؟ اگه اشتباه نکنم شما پدر ندا هستیم. من خدمت پسرتونم عرض کردم، اون چیزی رو برای پلیس تعریف کردم که محسن اینجا به ندا گفت. اول اینکه من با پسرم رابطه ندارم، خیلی وقته که ندارم. دوم اینکه محسن یه سری حرفا زده که بیجا کرده زده، شما هم تکرارش کردی. شما خودتون رو بذاریم جای من. یه همچین اتفاق هولناکی اینجا توی دفتر من افتاده. پلیس از من سوال میکنه، چی باید بهش بگم؟ توی این اتاق اتفاق افتاد. بله. ندا کجا افتاده بود؟ اونجا. Thank you.
دلم اینجا آخر نفسشی چیه؟ آرمان سهر سهر بایی با آب بیا اما باشه اینجا محسن بچه بدی نبود رضا خرابش کرد رفی زن پولدار گرفت زندگیش کرد تو چشم اینا اینا همه شون دوست دارن همون جوری که رضا زندگی میکنه زندگی کنن خانم وکیل من فقط از شما یه چیزی میخوام ندا که مرد رفت زیر خاک نذار پشت سرش آب روشن بره این بچه کسی رو نداره که ازش دفاع کنه تو دفاع کن امرتون سلام میترا مشیریان هستم وکیل ندا ای بابا این همه سوال جواب شدیم تو آگاهی بازم بس نیست حالا باید به شما جواب پس بدم اصلا آدرس من از کجا آوردی؟ آدرستونو که رو ماشینتون نوشته شما دوست محسن بودین؟ نه خیلی پسر خالم بوده تسلیت میگم خیلی ممنونم سر مزار دیدم با برادر ندا درگیر شده بودین اتفاقی افتاده؟ حالا من نمیدونم چی جوری باید واسهتون توضیح بدم این قتل زیر سر خانواده کتیه همین زنده داشته ندا محسن انداختن زندون چون ازش چک داشتن نشستن زیر پای ندا که طلاقشو بگیره چون میدونستن محسن عاشقشه دوستش داره وقت چرا؟ برای اینکه محسن رو تحت فشار بزنن که پولشونو بگیرن دیگه یعنی داشته و نداده؟ بابا پولش کجا بود؟ شیپیش تو جیبش پشتک میزد پول داشت که نمیرفت زندون همه رو به فنا داد ببینم اون روزی که شما محسن رو رسوندین دفتر ما تورا چیزی بهتون گفت که به درد ما بخوره؟ نه مثلا در مورد مردی که فکر میکرد با ندا رابطه داره حرفی نزد؟ خانم من رو وارد این بازی نکن آقا من خودم اونجا بودم شنیدم حسین میگفت میخواد طلاق بگیره بتونه با اون مرده بره ببین من فقط یه اسم میخوام اگه اسمو بهم بدی به هیچ کس نمیگم تو گفتی من هیچی نمیدونم محسن یه سری فیلم صحبت میداد که تو زندان به دستش رسیده راجبه اونم چیزی نمیدونی؟ نه ببین آقای نادر نوریم شما همون نوری صدا کنی کفایت میکنه ببین آقای نوری برادر ندا از من شکایت کرده من نیاز دارم به چند تا شاهد بیان دادسرای انتظامی وکلا بگم محسن خیال میکرده زنش با یه مرد دیگه در ارتباط بوده خواهش میکنم اگه چیزی میدونی به من بگو خانم من هیچی نمیدونم اینا هم دنبال اینن که قتل رو بندازن گردن یکی کی بهتر از شما شاید بتونن یه پولی چه میدونم دیگه یه چیزی ازتون بگیرن عزت زیاد هرچی ما هیچی نمیگیم آخه مگه میشه محسن اسلحه برداشته اومده دفتر ما زده زنشو کشته بعد به تو هیچی نگفته گرفتی ما رو هی آقا اجازه بده نمیخورمش اولا تو نه و شما دوما من هرچی میدونستم به آگاهی چیا گفتم برید از اونا بپرسید به سلامت آدرس خونه کتی این کار واقعا ندا با یه مرد دیگه در ارتباط بود